بازی گادوار چین آف اولمپیوس یه بازی خوبیه که خیلی ها بازیش نکردن. ولی خب چرا؟ به اپیزود جدید اتاق بازی مونه خوش اومدی. بازی گادوار چین آف اولمپیوس در سال 2008 روی کنسول PSP ریلیز شد. البته به این نگاه نکنید که اینقدر داغون شده، چون خیلی باش بازی کردم. شاید دلیل اینکه خیلی ها هم این بازی رو بازی نکردن همینه. معمولا رسم بر اینه که بازیایی که روی کنسول‌های قابل حمل میان نسخه‌های فری هستن و آنچنان از لحاظ داستانی درگیر کننده نیستن و فقط برای این ساخته شدن که جیب گیمرهای عزیز رو خالی کنن. البته این مطلب تا حدودی درسته، ولی خب همیشه صادق نیست. مثال نقدش هم همین بازی گاد آف وار چین آف اولمپیوسه. درسته که از لحاظ داستانی اطلاعات آنچنانی به گیمر نمیده، ولی بازی کردنش نه تنها وقت تلف کردن نیست، بلکه یه تجربه عالیه که تا مدت‌ها فراموش نخواهید کرد. دوستان دقت بکنید، این بازی مال 13 سال پیشه. توی اون زمان گرافیکی به این خوبی روی کنسول‌های قابل حمل یه چیز خارج از تصور بود. خدا وکیلی کنسول PSP خیلی کنسول خوبی بود. من که خیلی خاطره دارم باهاش. حالا یکم خاطره بازی میکنیم. دانشگاهی که من توش درس میخوندم خارج از شهر بود. برای همین معمولا هر روز 1 تا 2 ساعت تو مسیر دانشگاه بودم. منم یه کار هوشمندانه کردم و رفتم یواشکی یه دونه PSP خریدم. یادش بخیر چه بازیایی من توی این مسیر دانشگاه تموم کردم. بذارید یه خاطره بامزه بگم. بازی متال گیر پیس والکر یه پایان اصلی داره که دسترسی به این مرحله تقریبا رندومه. یه روز صبح داشتم میرفتم دانشگاه، امتحان پایان ترم داشتم. توی اتوبوس یهو این مرحله برام باز شد. شاید باورتون نشه، ولی با اینکه به اون امتحان تسلط داشتم فقط به اندازه 10 نمره نوشتم تا فقط قبول بشم و سریع اتاق امتحان رو ترک کردم تا برم سر وقت تست قول آخر بازی. هیچ وقت نگاه آدمو تو اتوبوس یادم نمیره که نگاه میکردن که یه دختر داره گیم بازی میکنه. اصلا براشون عجیب. به هر حال بیاد زیاد به حاشیه نریم و بریم سر وقت داستان این بازی. فقط قبلش دوستان یه چیزی بگم که من یه ویدیو درباره گاد آف وار اسنشن ساختم که لینکش این بالا میاد، برید ببینید، چون داستان بازی گاد آف وار به هم مربوطه. کریتوس 5 ساله که عهد خودشو با اریس خدای جنگ شکونده، ولی کابوس ها همچنان اونو اذیت میکنن و یک لحظه هم اونو تنها نمیذارنش. در این مدت کریتوس تبدیل شده به یه برده برای خداها و بدون هیچ چون و چرایی کارهایی که اونو ازش میخوان رو انجام میده، به امید اینکه از کابوس هایی که داره رهایی پیدا کنه. طی یکی از همین ماموریت ها کریتوس به آتیکا فرستاده میشه، شهری که مورد هجوم ایرانی ها قرار گرفته، و خداها کریتوس رو به اونجا فرستادن تا از سقوط شهر جلوگیری کنن. به محض رسیدن کریتوس به شهر اون یه باسیلیسک میبینه که احتمالاً ایرانی‌ها با خودشون آوردن که شهر رو نابود کنه. آقا خدا شاهده ما تو ایران این جک و جونورا نداریم. کریتوس بدون تلف کردن وقت به دنبال اون هیولا میره تا کار اون هیولا رو یکسره کنه. در میانه راه اون به یکی از فرمانده‌های ایرانی برمیخوره. آقا این چه وضعشه؟ ما کجا این شکلی هستیم؟ چطور وقتی میخوام خودشونو نشون بدن تام کروز و براد پیت رو میارن؟ این مادر فولادزره کیه که آوردن؟ داریوشه یا کوروش؟ به هر حال کریتوس اول میزنه فرمانده ما ایرانی ها رو میکشه. و بعد هم میره سر وقت باسلی و در یک مبارزه نفسگیر موفق میشه این هیولا را از پیش روی خودش برداره. و یه جورای شهر را نجات میده. بعد از کشتن باسلیس، کریتوس از یک کوهی بالا میره. حالا چرا نمیدونم، احتمالاً اون بالا منظرش بهتر بوده. وقتی به قله میرسه ما یهو با یه صحنه عجیبی رو در رو میشیم و خورشید به یک باره از آسمون محو میشه و دنیا به یه ظلماتی فرو میره. از دور یه سوسوی نوری میاد و کریتوس تصمیم میگیره به دنبال این نور بره و اون نور کریتوس رو به شهر ماراتون راهنمایی میکنه و اونجا متوجه میشه که این تاریکی نقشه مورفیوس خدای رویاهاست. اون میخواد همه دنیا و حتی خداها رو به یه رویا ببره و برای این کار هم یه مه کشنده ای رو در شهر ماراتون پخش کرده.
کریتوس بعد از چند درگیری جزئی موفق میشه خودش رو به معبد هیلیوس برسونه. معبد هیلیوس اون منبع نوری بوده که کریتوس به سمت خودش کشونده، ولی در کمال تعجب اونجا هیلیوسی وجود نداره. در همین لحظه آتینا ظاهر میشه و به کریتوس میگه مورفیوس هیلیوس رو روبوده و با استفاده از مه خداها رو به خواب برده. وی از کریتوس میخواد که بره و اونو پیدا کنه و مورفیوس رو متوقف کنه. در ادامه ماجرا کریتوس الیوس خواهر هیلیوس رو میبینه. اون به کریتوس میگه که برادرش توسط اطلس که یه تایتنه اسیر شده و به کریتوس میگه که اگه اون کمکش بکنه خداها گناهای اونو میبخشن و اونو از کابوسهایی که داره آزاد میکنن. کریتوس با اینکه هزاران بار گول خداها رو خورده ولی با این حال باز هم قبول میکنه. خب دیگه نمیفهمم. کریتوس موفق میشه از پای آتیشی هیلیوس رو آزاد کنه و توسط اونا به آندرورد سفر میکنه. دقیقاً همون جایی که هیلیوس اسیر شده. ولی ما یه مشکلی داریم. برای رفتن به آندرورد ما نیاز داریم که از دریاچه مردگان عبور کنیم و نیاز به کشتی شران داریم. کریتوس شران رو پیدا میکنه ولی اون قبول نمیکنه که کریتوس رو از رودخونه رد کنه، چون کریتوس هنوز یه موجود زنده است. کریتوس تصمیم میگیره با شرون درگیر بشه، ولی قدرت شرون به مراتب از کریتوس بیشتره و به راحتی موفق میشه کریتوس رو شکست بده و اونو در چاله بیتاروس میندازه. کریتوس از اونجایی که هزار تا جون داره بعد از مبارزه با کلی هیولا بالاخره موفق میشه که خودش از چاه بکشه بیرون و غیر ممکن رو ممکن کنه. وی همچنین موفق میشه دستکش های زئوس که توسط اونا تایتن ها رو شکست داده رو پیدا کنه. بعد از رهایی از چاله کریتوس دوباره پیش شرون میره و این دفعه با کمک دستکش های زئوس موفق میشه اونو شکست بده. و کشتی اونو برای عبور از رودخونه مردگان تحت کنترل خودش در بیاره. در حین عبور از رودخونه کریتوس دختر خودش رو میبینه و سریعا به دنبالش میره و به معبد پرسفنی وارد میشه. پرسفنی خدای بهاره که توسط هیدیس روبوده شده و تبدیل شده به ملکه آندرورد. کریتوس خیلی سریع پرسفنی رو پیدا میکنه و متوجه میشه اون چیزی که دیده در واقع شبح دخترش بوده که در دشت الیسیا هستش. پرسفنی یه پیشنهاد وسوسه انگیز به کریتوس میده. اون به کریتوس میگه که اون میتونه اجازه بده که کریتوس تا ابد داخل دشت با دخترش زندگی کنه، ولی کریتوس باید قبلش از گناهایی که انجام داده پاک بشه و برای این کار هم اون باید قدرتهایی که خداها بهش دادن رو قربانی کنه. پرسفنی به کریتوس میگه که با دقت انتخاب کنه، چون انتخاب اون ممکنه باعث نابودی دنیا بشه. کریتوس که دنیا چندان هم براش مهم نیست تصمیم میگیره که راه آسونتر انتخاب کنه، یعنی با دخترش زندگی کنه، البته با توهم دخترش، و تمام قدرتهایی که داشته رو قربانی میکنه. کریتوس که حالا دیگه مثل روح سفید نیست پیش دخترش میره. برای چند لحظه انگار همه چی ختمه به خیر شده، ولی این بیشتر شبیه آرامش قبل از طوفانه. پرسفنی در یک حرکت کلیشه‌ای نیت شوم خودش رو به کریتوس میگه. اینکه اون خسته شده از اینکه به زور در آندرورد اسیر شده و برای همین هم اون اطلس رو آزاد کرده و به سمت ستونهای دنیا راهنماییش کرده تا اونها رو خراب کنه و این یعنی پایان اولمپیوس و هستی. این یعنی که دختر کریتوس دوباره جلوی چشم پدرش نابود میشه. در همین لحظه غیرت کریتوس گل میکنه و تصمیم میگیره جلوی این کار رو بگیره. ولی برای این کار اون باید قدرت‌های خودش رو پس بگیره. برای همینم اون شروع به یک کشتار در دشت میکنه تا قدرت‌های خودش رو پس بگیره. اون به دنبال پرسفنه میره که حالا یه بالهای سیاهی هم در آورده و با کریتوس درگیر میشه و اونا به نوک ستون میرسن و کریتوس موفق میشه با دستکش های زئوس دوباره اطلس رو به قل و زنجیر بکشه
در مبارزه نهایی ما موفق میشیم ملکه رو شکست بدیم. Your suffering will never end, Ghost of Sparta. ولی این مبارزه به قدری سنگینه که کریتوس از هوش میره و آتینا و هیلیوس به سمت کریتوس میان و اسلحه های زئوس رو از اون میگیرن، چون اونا نمیخوان این اسلحه ها دست این انسان بیفته و اونو بر روی یه صخره ولش میکنن. همونطوری که دیدیم بازی داستان بدی نداره. درسته این داستان به خوبی بازی های اصلی این شماره نیست، ولی انجام این بازی مخصوصا روی کنسول قابل هم یه تجربه لذت بخشه که من به تمام شما دوستان توصیه میکنم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره کلید سابسکرایب رو بزنید و حتما برای من کامنت بنویسین، چون کامنت های شما برای من خیلی مهمه. کلید زنگوله رو فراموش نکنید تا از اپیزود بعدی من مطلع بشین. در توضیحات این ویدیو لینک اینستاگرام، تلگرام و دیسکورد رو زدم، وارد بشین، کلیک کنید و عضو بشین. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.